مادرانگی های متفاوت از جنس دفاع و جهاد و زندگی. سکینه خانم هوریسی از همین جنس بود، بانویی که اسلحه در دست گرفت تا شهرش سقوط نکنه از شهریور 1359 گفت. دشمن اون روز و صبح تا ظهر کوبید، همش هم اصابت توپ بود و راکتای هواپیما و روز وحشتناکی بود. روزهایی رو دیده، روزهایی شاید برای امروزی ها باور نکردنی. کلیه مهماتی که در شهر بود نگهداریش با مجموعه ما خواهرها بوده، ولی حمل و نقل همین مهمات که وزنشون کمتر از 30 کیلو نبودن، 30 کیلو به بالا بود، دو نفر اینا رو پس وقتا این کف دستا تاول میزد. در خرمشهر خط اول و دوم مفهوم نداشت، تمام شهر زیر گلوله توپ و خمپاره بودش. اون روز ازش پرسیدم نظرش در مورد نسل سوم و چهارم انقلاب چیه؟ جنگ سخت اون موقع آدم دشمن روبروش بود، مشخص بود دشمنی داره میاد، داره به وطن تجاوز میکنه، شما دفاع میکنید. ولی الان جنگ نرم، حجمه بسیار سختی که داره وارد میشه به نسل جوان، این جنگ نرمو باید با دقت ازش بگذرن. با خودم فکر کردم ما چقدر شبیه اونها هستیم. فکر میکنم اون موقع جوانای اون موقع خیلی بهتر تونستن دفاع کنن. هنوز اون احساس مسئولیت، اون علاقه به وطن، به خاک هنوز در وجود دختر و پسر ما هست. تئوریش در مورد ابرقدرت ها و دسیسه هاشون هم جالب و شنیدنی بود. سیاست هایی که الان دشمن داره اعمال میکنه فقط برای از بین بردن اسلامه. گذروندن یک روز در کنار این بانوی خستگی ناپذیر یک بار دیگه به من و دختران همسن و سالم این رو ثابت کرد که زن ایرانی در هر جایگاهی که باشه حرف ها داره برای گفتن. اما این بانوی مقاومت پس از تحمل دوره بیماری سرانجام بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت و با حضور مردم قهرمان پرور آبادان و خرمشهر پیکرش تشییع و به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش جاودان. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.